موزه هیرشون در واشنگتن میزبان شیرین نشاط، هنرمند عکاس و فیلمساز ایرانی تبار هست. نمایشگاهی تحت عنوان شیرین نشاط پذیرفتن تاریخ روز دوشنبه افتتاح شد و تا آخر شهریور ماه برپا خواهد بود. نمایشگاه شیرین نشاط پذیرفتن تاریخ با سوژه‌های سنگین سیاسی برای شهروندان مرکز سیاست آمریکا از جذابیت خاصی برخوردار است و مورد استقبال فراوان قرار گرفته. خانم نشاط در مراسمی به مناسبت افتتاح نمایشگاه در رابطه با آثارش تاکید کرد که علت گزینش سوژه‌های سیاسی علاقه او به این موضوع نیست. So if the work is by means political or historical, it's because those political and historical issues have directly affected my life. It has never been a choice to embrace political issues. And I think به باور او هنر دیدگاه هنرمند است، بسته به تجربه های شخصی. و از آنجا که سیاست بر زندگی او تاثیر بسیاری داشته، این امر در هنر او نیز بازتاب یافته است. خانم نشاط میگوید من سوژه سیاسی را انتخاب نکردم، سیاست من را انتخاب کرد. شیرین نشاط که پیش از انقلاب سال 1357 برای تحصیل کشور را ترک کرده بود، پس از 15 سال به ایران بازگشت و از تفاوت چشمگیری که در جامعه ایران طی این 15 سال ایجاد شده بود برای خلق آثار هنری الهام گرفت. مفهوم‌هایی همچون هویت، سنت، فرهنگ و سیاست در جوامع اسلامی، خصوصاً مسائل مربوط به زنان در کانون کارهای اوست. زنان الله از اولین کارهای خانم نشاط بخشی از این نمایشگاه است. رشته عکس‌هایی که بر سوژه شهادت تمرکز دارد. شیرین نشاط این رشته عکس‌ها را با سری بعدی کارهایش به نام شاهنامه مقایسه کرد. سوژه عکس‌های این پروژه نسل دوم بعد از انقلاب است. نسلی خالی از اعتقادات مذهبی اما پر از حس وطن پرستی که با حرکت گذاشتن دست بر روی سینه به تصویر کشیده شده. Iranian people potentially perhaps because of our long years of dictatorship we have embraced allegorical language as a way of expressing everything that we're not allowed to easily express. به گفته خانم نشاط، از آنجا که ما مردم ایران قرن‌ها تحت حکومت‌های استبدادی بوده‌ایم، یاد گرفته‌ایم خود را از طریق شعر بیان کنیم. او می‌گوید چون در آمریکا زندگی کرده، خود امکان بیان نظراتش را داشته، اما هنوز گرایش به ابراز احساسات از طریق شعر را درون خود احساس می‌کند. از دیگر المان‌های آثار شیرین نشاط زن است. او در کنفرانس تاکید کرد که فمینیست نیست، اما شجاعت زنان ایران را تحسین می‌کند. می‌گوید زنان ایران در طول تاریخ همیشه در برابر ظلم و زورگویی مقاومت کردند. از جمله کارهای خانم نشاط با چنین سوژه‌ای فیلم زنان بدون مردان است که در 66مین جشنواره فیلم ونیز برای او تندیس شیر نقره‌ای را به عنوان بهترین کارگردان رقم زد. Perhaps briefly putting aside Iranian history and my own cultural background and moving on to other regions. شیرین نشاط در کنفرانس مطبوعاتی چندین بار تاکید کرد در خلق هنر همواره به دنبال پروژه‌های متفاوت است و از ایستایی هراس دارد. از این رو تصمیم گرفت رشته عکس‌های جدیدی ارائه کند که سوژه‌اش نه مردم ایران که مردم خاورمیانه است. از پروژه‌های جدید در حال تولید به مستندی اشاره کرد که در رابطه با تولید فیلمی در مورد ام کلثوم خواننده فقید پرآوازه مصری است.
the next project I'm doing, which I'm scared to death, is to direct an opera. و گام بعدی حتی فراتر، تولید یک اپرای وسترن حماسی. خانم نشاط در انتها تاکید کرد که او نه یک شهید است و نه یک فعال سیاسی و تنها با زبان هنری فروتنانه شما را در دنیای خودش که ترکیبی است از خیال و حقیقت پذیرا می شود. ماندانا تلایون، صدای آمریکا، واشنگتن.